خانم ها، آقایان، عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. موقعی که می آمدم استودیو، عمیانان گرامی، آقای مهندس شجره به من گفت روی صحبتایی که من کرده بودم قبلا، من حسین فرجی و چند نفر از برنامه سازان دیگه، که آقای شجره شما چرا هاتبرد رو قطع کردید و تصویر ما رو ایرانیانی که در اروپا هستن نمیتوانن ببینن و مرتباً ایمیل میزنن، اعتراض میکنن، خواهش میکنن که این هاتبرد رو مجدداً، شما برنامه ها رو به روی این ماهواره ببرید. آقای شجره در اون زمان گفت من برای این کار باید یک بودجه دیگه ای رو دوباره اختصاص بدم و این بودجه برای من سنگینه. روی ایمیل هایی که برای من میرسید اکثرا نوشته شده بود ایرانیان مقیم فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، لوکسانبورگ، نروژ، سوئد، که این مبالغی که برای هاتبرد شما بایستی بپردازید برای اینکه تصویر شما در اروپا پخش بشه، اینو ایرانیان مقیم اروپا میتونن بپردازن. مبلغش هم حدود 10-12 یا 15 هزار دلاره و بنابراین یک عده زیادی از ایرانیانی که تعدادشون 500-600 هزار نفر شایدم بیشتره، شما محروم میکنید از برنامه هایی که مورد پسند این قش از هموطنان ماست. آقای شجره به من و به همکاران دیگه هم مثل میبودی، مثل آقای مشیری و پرویز قاضی سعید، مرداد پارسا و بقیه همکاران گفت آقا بیاین شما هم در برنامه هاتون به این موضوع اشاره کنین هر چند وقت یک بار که ایرانیان مقیم اروپا بیان همت به خرج بدن و به ما کمک مالی برسونن تا ما بتونیم این تصویر پارس رو، تلویزیون پارس رو که مورد درخواست عده زیادی هست، در اروپا هم پخش بکنیم. و منم چند بار اومدم، حتی یک بارم خدمتون عرض کردم که من مطلقا در مورد مسائل شخصی خودم تا بال نیومدم بگم آقا مثلا به برنامه من کمک بکنید یا با برنامه‌ای که من با دکتر دانش دارم، با وجودی که این کار خلافی نیست، من میتونم همین الانم بگم که آقا طبق روال اکثر تلویزیون های جهانی ما باید یک دونه، دو تا، سه تا اسپانسر داشته باشیم که مستقل باشیم از برنامه هایی که وابسته به تلویزیونه. اگر ما ماهیانه چند تا اسپانسر، دو تا، سه تا، یکی داشته باشیم و اینا تعهد بکنن که خرج برنامه ما، که در حقیقت حقوق من و دانشه که دانش اصلا مطلقا یک دینار هم نمیگیره از اینجا، بپردازن، ما مستقلتر میتونیم برنامه اجرا کنیم. کما اینکه تا به حال البته مستقل بودیم، اینه وجدانن باید گفت. من هر جا که رفتم کار کردم این استقلالی که در پارس داشتم نداشتم. بارها هم براتون گفتم. این یک پوان بسیار مثبته در تلویزیون پارس. اما همینان گرامی، این واقعیتیه که بایستی کمک بشه به این تلویزیون و اینم برای یه عده زیادی از ایرانیان واقعا چیز شاقی نیست، واقعا شاق نیست. در حالی که من میبینم
حتی کسانی که کمک‌های دولتی می‌گیرن، وقتی که کنسرت، من در اروپا چندی 37 سال تو اروپا زندگی کردم، کسانی رو در کنسرت ها می‌دیدم که در ماه 350 یورو از دولت کمک می‌گرفتن، ولی در یک کنسرت 120 دلار می‌دادن برای هر نفر تا برن تو اون کنسرت. بنابراین شما یک کنسرت رو که لازم هم هست، نه که نه، یه شب میری میبینی، ولی اگر ماهی 50 دلار، ماهی 20 دلار، ماهی 30 دلار به این تلویزیون در سراسر اروپا کسانی که هستن کمک بکنین، میتونید خودتون، بچه هاتون، مادراتون، پدراتون که توی خانه، توی محیط منزل شما همدمی ندارن، زبانم نمیدونن، از این برنامه ها استفاده کنن دیگه. الان از صبح تا الان این مردک احمق عقب افتاده رضانامی است، یه آدم بی سر و بی پا، بیکار نشسته پای تلویزیون و پای تلفن، خودش و همپالگیاش، یه مش احمق عقب افتاده. 5 سال این مردک به من زنگ میزنه، به میبودی زنگ میزنه، به دیگران، اراجیف و سر 5 ساله، میتونی باور کنید؟ مأموریت دادن به این احمق، به این عقب افتاده، فحاشی کنه، تلفن بزنه، مزاحم ما بشه، اسمش هم بذاره مبارزه با ضد انقلاب، یعنی ما. هر بار که ما اینجا میایم برای جمع‌آوری نمیدونم آبونه، این مردک میاد رو خط، تلفن‌ها رو اشغال می‌بعدم با تجهیزات کامل، این شماره رو می‌گیره میده به کامپیوتر، یه شماره دیگه می‌گیره اون شماره، بعد ورستاش. ببینید انقدر اینا احمقن، انقدر عقب افتادن، حتی اینو نمیتونن ببینن به ما که مردم زنگ بزنن به ما کمک بکنن برای برپایی این تلویزیون برپا بمونه. چه کسایی؟ کسایی که میلیارد میلیارد ثروت‌های مردم ایران رو تاراج کردن، نمیتونن ببینن مثلا مردم از داخل ایران که ما پول میگیریم از کسی، ایرانیان خارج از کشور 50 دلار 100 دلار نمیدونم چقدر به اینجا، به این مؤسسه، با این مؤسسه همیاری کنن. ببینید ما با یه همچین جنایتکارانی سر کار داریم، تلفن‌ها رو اشغال کنن، نذارن کسی با ما تماس بگیره. حالا مزاحمت هایی که برای همه ما ایجاد میکنن به کنار، فحاشی هایی که میکنن، نمیدونم اراجیفی که سرهم میکنن، یکیشون به من نوشته که ایمیل زده، آزادی آزادی اسمشو گذاشته، تو خائنی که نمیدونم راجع به یمن، راجع به سوریه، راجع به اینجور جاها مواضع ضد جمهوری اسلامی میگیری، باید بدونی که به زودی سزای اعمالت رو میکشه. یکی دیگه نوشته مخالف اون که آقای فرجی شما هم رفتی طرف جمهوری اسلامی، چرا در مورد یمن میگی که جمهوری اسلامی اونقدر نفوذ نداره در یمن؟ دوستان وقتی که میشینین برنامه‌های ما رو گوش میکنین، سعی نکنید اون چیزایی که دوست دارین توی فکرتون بیاد، سعی کنید حرفای ما رو گوش کنید. نه من، نه دکتر دانش، البته من اینو براتون بگم، ممکنه در صحبتایی که دانش میکنه یا من اختلاف سلیقه بین من و دکتر دانش باشه، برای اینکه ما که دوتایی کوکی نیستیم که، خیلی حرفا ممکنه من بزنم دانش موافق نباشه و خیلی حرفای دانش بزنه من موافق نباشم، منتها ادب به من حکم میکنه و آزادی بیان به من حکم میکنه که ما هر کدوممون حرف خودمون رو بزنیم و اگر چنانچه مخالف حرف دیگری هستیم یقه هم دیگر هم بگیریم و با هم چالنج بکنیم. شما نداره این جمهوری اسلامیه، این کره شمالیه، این چینه که تا میگن کی موافقه 1 میلیون نفر دستشون میره بالا، کی مخالفه، همه اینطوری. اینطوری نیست. بعدم در مورد یمن، ما که گفتیم جمهوری اسلامی مطلقا در یمن کاری نمیکنه، ما گفتیم که این جریان حوثی ها در یمن سابقه چند دهه داره و جمهوری اسلامی هم خودشو چپونده این وسط، کمان که الان میخونم براتون،
این جنرال نقدلی، همین مردک نقدی عراقی الاصله، گفته در همه کشورها به روی ما باز شده، سوریه، عراق، یمن، لبنان، و ما دیگه اونقدر اهمیت پیدا کردیم، اعتبار جمهوری اسلامی پیدا کرده که همه این کشورها از ما میخوان که بریم اونجا، و این به خاطر همینه که آمریکا و غرب داره با ما مخالفت میکنه. ببینید چه عراجیفی سر هم میکنن. همین حوثی ها اگه تو یه استان ایران زندگی میکردن همشون اعدام میکردن، برای اینکه اینا پنج امامی هن، زیدی هن، زین العابدین بیمار، تا اونجا رو قبول دارن. حالا اینا دارن یقه خودشونو میدرونن برای حوثی ها. چرا؟ برای اینکه حوثی ها با عربستان میجنگن و اینا هم قاطی اینا شدن. نگاه کنید حماسو، حماس در تمام جلسات سران عرب، در تمام نشست های عربا شرکت میکنه، حتی بر خلاف ایران نظر میده و جمهوری اسلامی رو مثل کشورهای عربستان و کشورهای دیگه میکوبه، و خلیج پارس هم میگه خلیج عربی، سه تا جزیره هم میگه مال امارات متحده عربی، ولی جمهوری اسلامی بازم پول میده. چرا؟ برای اینکه بگه ما اونجا حضور داریم. دوستان شما اگر میخواییم با ما مناظره کنید، اون یه بحث دیگریه. من به عنوان یه برنامه ساز میام نظراتم میگم، دانشم میاد نظراتشو میگم. شما نظرات ما رو میشنوید، نظرات برنامه میبودی رو میشنوید، مشیر رو میشنوید، نمیدونم قاضی سعید رو میشنوید، همکارای ما رو میشنوید. این قضاوت با شماست. ولی این که بگی شما مزخرف میگی چون عقیده منو نمیگی، حرفای منو نمیگی، بعدم یه وصله فوری آقا رفتی طرف جمهوری اسلامی، آخه خجالت آور نیست واقعا به من بعد از این همه مدت بگن تو داره نظرات تو با جمهوری اسلامی یکی میکنی؟ بعدم دوستان شما که اینقدر دقیقی در مورد این مسائل، اینقدر مو رو از ماس میکشید، چرا زمانی که ما از شما درخواست میکنیم برای اینکه این مؤسسه باقی بمونه به ما کمک مالی کنید کسی صحبتی نمیکنه؟ یه زمانی بود من میشستم اینجا، شجره میگه، میگه وقتی که کمک درخواست میکردی این تلفن ها از کار نمیافتاد. حالا هی من بعد بگم که ما به چه دلیل در اروپا تصویرمون پخش نمیشه، هی بگم آقا این مؤسسه احتیاج داره به خون تازه، به آگهی، به کمک، به همیاری. آخه بالاخره باید فکر کنی که ما یه کاری باید بکنیم دیگه. چجوری؟ کسی که آگهی به ما اینجا نمیده، میرم میدم به اون ساز زن زربیا، اونایی که نمیدونم حریم سلطان رو پخش میکنن و نمیدونم فلان که صبح تاشون بشینن مردم تو خونه علاف این فیلم ها باشن، به اونا میدن آگهی. من مرتب همه آگهی ها اوناست، فارسیوان، جیم، جم، نمیدونم جم چی چی، بعد تلویزیون های بزن به ما نمیدن. آقا هنرمندان به زور بعضیاشون میان میشینن پیش ما. همین هنرمندایی که الان تو داخل ایران تا شلوغ میشه همه شروع میکنن ایران ایران خوندن، با آدم یهو میگه اه همه بابا. ولی ما ریگ ته جوی بودیم، چه در ایران مردم آمدن تو خیابونا و چه نیامدن، ما همچنین شفاف سازی کردیم راجع به این رژیم جنایتکار و رهبرانش. آقا شما خودتون میبینید دیگه، برنامه ها رو نگاه میکنید، سره رو از ناسره تشخیص میدید. این همه من 8 سال الان در این تلویزیون هستم، 8 سال کوچکترین تغییری در فرم برنامه های ما از نظر شفاف سازی مسائل ایران به وجود نیامده. همه همکاران من گفتم هدف یکی راه فرق میکنه. تلفن ها ساکت، مگه آقا رضا بیاد رو خط با اون اعوان و انصارش لاتا شروع کنن تلویزیون ما رو
هی تلفن کردن و اذیت کردن. من نمیدونم چرا دوستان بعضی وقتا دستشون جلو نمیره این شماره تلفن ها رو بگیرن و بگن که آقا مثلا ما میخوام برای این تلویزیونی که بهش اعتقاد داریم به این برنامه یا به برنامه های دیگه ماهیانه یه چیزی بپردازیم دیگه، $30، $50، $100، چه میدونم. اما شما تا به حال مجیزگویی رو خیلی شنیدید، یه جور مجیزگویی هم هست که من در عرض این 35 سال واقعا در جمهوری اسلامی انواع اقسام مجیزگویی ها رو شنیدم و یادداشت کردم. ایشالا یه فرصتی باشه یه روز بیام راجع به این فرم های مختلف مجیزگویی با شما صحبت کنم. یکی از این مجیزگویی ها اینه که طرف خودشو احمق میدونه، یعنی نامه مینویسه به رهبر، مقام معظم رهبری فدایت شوم، نمیدونم فلان از این عراجیف، من و دیگر دوستانم احمق بودیم، می نویسن و باور کنید، و نتونستیم در برابر درایت و نمیدونم سیاست های داهیانه شما تشخیص بدیم که راه و چاه از همدیگه جداست. یعنی طرف خودشو احمق میکنه برای اینکه از او مجیز بگیر. یه راه دیگه هم اینه که تمرد بکنن از طرف. آقای رهبر حالا نمیدونم چی شده، بهش خبر دادن که آقا این هواپیما که میخواد پرواز کنه به داخل ایران یا خارج از ایران، این مهموندارای زن هواپیما اول میگن به نام خدا یا بسم الله الرحمن الرحیم، پس از نمیدونم درود به امام راحل فلان، یه سری از این حرفا میزنن، بعدم دعا به جون علی خامنه ای که خداوند رهبر اینا رو حفظ بکنه از این چیزا، یعنی علی خامنه ای رو حفظ کنه. و اون بیچاره ها چون بلیط خریدن و تو هواپیما باید دستاشون اینجوری کنن آقا رو دعا کنن که کاربیراتورش خراب نشه، نمیدونم تو بیمارستان میره سالم باشه و از این حرفا، همون کارهایی که اون یار خانم چیه چرخنده پرخنده که اون انجام میده. یکی بهش گفته آقا این کارا رو نکنین، خلاصه دستور دادن ایشون تو هواپیماها دیگه منو دعا نکنین. چقدر لطف کردن، دعا نکنین آقا این کار خوب نیست. حالا هواپیمایی سازمان هواپیمایی ببینید چی گفته، گزارش شده سازمان هواپیمایی اعلام کرده راضی به ابلاغ علی خامنه ای درباره حذف دعای سلامتی وی نیست. گفته مقام معظم رهبری خیلی برای شما احترام قائلیم، ولی این که دستور دادیم ما شما دعا نکنیم گوش نمی کنیم. میبینی مجیز رو میبینی، اینم یه نوشه. مثلا یکی از اینا نمیگه که آقای رهبر تو در مورد مردم ایران این حرفا رو زدی، ما زیر بار این حرفای زور نمیریم. میدونه که میگیرن فوری به سلابه میکشنش. اما رهبر میگه من دعا نکنیم، میگه نخه ما باید شما رو دعا کنیم، ما باید رو پای شما بیفتیم، ما خاک پای شما هستیم. و ای بیچارمون آدمایی که آدم چی بگه، اینم یه نوش که ما حرفای شما رو مقام معظم رهبری گوش نمی کنیم، ما می خواهیم شما رو دعا کنیم. اما همه جور شما در مورد این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داستان شنیدید. خب دروغگویی هایی که بعضی وقتا آدم شاخ در میاره، باور کنید جلوی چشم مردم دستای آدم ها رو میشکنن، پاهای بچه ها رو میشکنن، آدم ها رو به گلوله میبندن، حیوانات رو آزار میرسونن، خانواده ها رو بی سرپرست میکنن، زندان ها مملو از وطن پرستان و دگراندیشانه،
وزیر خارجهشون که میگفتن مصدق زمانه و امیر کبیره، همین مردک ظریف میره میگه ما زندانی سیاسی نداریم، هر چی هست مجرمه. تازه این دولت مترقی امید و نمیدونم فلانشونه، وای به احمدی نشاد. اما میخوام یه گزارش خیلی بانمک، آدم خنده ریسه میره و قصدم هم از گفتن این مطلب یه نیست که فکر کنید من دارم دفاع میکنم از رژیم گذشته یا دارم فقط به اینا بر... نه، رژیم گذشته بیشتر از همه همکارانم من اعتقاد دارم که اشکال داشته، ولی در خیلی از موارد خیلی کارای درستی هم انجام شده. حالا سیستم اونطوری بوده من کاری ندارم، ولی اصلا قابل مقایسه با اینا نیست. حالا ببینید این مرده که رسایی یا آخونده که تو مجلسه چی گفته. گفته که روز معلم بر تمام معلمین عزیز و خدمتگزار مبارک باشد. اینو مردک رسایی. این روزها تصاویر متعددی از تجمعات معلمین معترض در گوش و کنار کشور در صفحات مجازی منتشر می شود. حتی برای هفته آینده در مقابل مجلس اعلام تجمع کردند. قدمشان روی چشم در این که باید به مشکلات معیشتی و صنفی این عزیزان رسیدگی کرد تردیدی نیست. گوش کنینا، در این که تفاوت فاحشی بین دریافتی این بخش از کارکنان دولت با برخی دیگر از کارکنان دولت وجود دارد هم تردیدی نیست. در این که باید این تبعیض‌ها اصلاح شود تردیدی نیست. ان شاء الله با همت دولت محترم و ارائه لوای مناسب ما هم در مجلس برای تصویب آن تلاش خواهیم کرد. 36 سال تلاش نکردند، حالا میخوان تلاش کنند. اما معلم عزیزی که این روزها تجمع میکند و شعار میدهد و پلاکارت اعتراضی به دست میگیرد، از یاد نبرد که این آزادی محصول نظام جمهوری اسلامی و ارمغان امام راحل و خون صدها هزار شهید است که شما میاین یه اعلامیه میدید روبرو مجلس، کتکتو میزنن، زندانیتو میکنن. همین هفته پیش بود 10 نفر از معلمین گرفت. اینا رو یادتون باشین، آزادی در جمهوری اسلامیه. مراقب باشین دشمنان نظامی که برای شما و ما آزادی به ارمغان آورده از اعتراف صنفی شما بهره برداری نکنه، از اعتراض صنفیش. شاید مثل ماهی در آب حواستان به این نعمت آزادی نباشد. پس بگذارید با یادآوری قطعی از تاریخ کشورمان این نعمت را یادآوری کنم. منصور رفیع‌زاده رئیس شعبه ساواک در آمریکا با کمک سازمان CIA در سال 1987 در آمریکا به نام شاهد کتابی چاپ کرد و در اون کتاب نوشته برای گزارش به تهران آمدم. در آن ایام یک معلم تبریزی را به جرم اعتراض به شاه به اوین آورده بودند. یک هفته بعد شاه به باغ وحش خصوصیش سر زده و آن معلم را آوردند. تیمسار نصیری رئیس ساواک هم بود. بعد شاه دستور داد آن معلم را در قفس شیرهای گرسنه انداختن و نظارگر خوردن این معلم به وسیله شیرها بود. یعنی شاه وایساده این یادش رفته رهبر کره شمالی رو با محمد رضا شاه داره مقایسه میکنه. بعد میگه این داستان رو برای شاگرداتون در کلاس تعریف کنید تا اینا بدونن در چه کشوری دارن زندگی میکنن و آزادی در جمهوری اسلامی به خونبهای چه کسانی این آزادی برای شما حاصل شده. آخونده میبینی؟ وقاحت یک آخونده میبینی؟ اما درست در همین مورد میخوام یه گزارش دیگه بگم. در مهاباد یه مامور امنیتی میاد یه دختری که تو اون یه هتلی کار میکرده قصد داشته بهش تجاوز کنه.
اینا میان، اینا این دختر میاد، این دختر میره تو اتاق که کاری چیز بوده، مهماندار هتل بوده. اون مامور امنیتی گویا همیشه چشم داشته، دختر زیبایی هم هست میبینید، در اتاق رو میبنده و میخواد به این دختر تجاوز کنه. او فرار میکنه از راه بالکن، میره از در از پنجره بیاد بیرون، از اون بالا میفته و میمیره. مردم مهاباد و خانواده این و همه متوجه میشن، میان تظاهرات شدید میکنن، هتل آتیش میزنن از بس که عصبانی بودن. اینا اومدن داستان درست کردن، داستان درست کردن که حالا من براتون گزارش میخونم. به گزارش پارسینه، به نقل از این منبع آگاه، حادثه مرگ این دختر با حضور یکی از مسافران هتل که مشاور بخش خصوصی در راستای زمینه‌سازی ارتقای درجه هتل بوده و در این هتل اقامت داشته مرتبط است. وی اظهار داشت این دختر به دفعات به اتاق این فرد که به عنوان متهم نیز دستگیر شده رفت آمد داشته، که مدیر هتل متوجه تکرار حضور این دختر در اتاق این مهندس شد. وی افسوده مدیر هتل ضمن در جریان گذاشتن خانواده دختر اقدام به زدن در اتاق مذکور میکند، که دختر برای اینکه رابطهش مشخص نشود با همکارش تماس میگیرد، تو هم اتاق تماس میگیره تا از طریق بالکن به یک اتاق دیگر برود. وی اظهار کرد عجله در رفتن از طریق بالکن به یک اتاق دیگر باعث سقوط دختر شده و در نتیجه کشته می شود. وی گفت هیچ نوع تعرضی در این رابطه در میان نبوده و ماموری که این کار کرده یه مامور دولتی بوده که این زنه، این دختر باش ارتباط داشته، نه امنیتی بوده. ببینید داستانو، یک بار نشده اینا بیان بگن آقا این واقعی که اتفاق افتاده درست بوده. آخونده جلوی دوربین میگه که برش خواستن پاپوش برای اون یکی بزن، دوربین اینم گرفته و اومده بیرون. میگه به زنه شوهر تو فرستادم اقعا ماموریت که باید امروز تنها باشم. جلوی دوربین کارایی میکنه، کارای پرنو که فیلمای آمریکایی باید برن درس بگیرن. بعد میگه من این خانوم اصلا دروغه، این خانوم رو سیغه کردم و سیغه من بود، محرم من بود. برای اینه که همینان گرامی آقای عزت‌الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما گفته 60% تهرانی ها اصلا تلویزیون های داخلی رو نگاه نمی کنن. زرقامی رئیس سابق صدا و سیما میگوید بیش از 60% مردم تهران بیننده برنامه شبکه های ماهواره ای هستن و اینجاست که کار ما ناموفق بود. اجازه بدید اولین فیلم برنامه امروز رو پخش بکنم براتون که نمیدونم کجا گذاشتم این اسامی فیلمو، امیر داد به من، حالا امیر خودش پخش میکنه، اجازه بدید بعد براتون میگم اسم فیلم چی بود. بله این آخونده است، بله نگاه کنید، نگاه کنید، به به اینی گفته سیغه کردم، نگاه کنید، نگاه کنید، میاد و بعد با خانوم خلوت میکنه و داستانایی حرفایی میزنن، چون منتها بیشترشو نمیتونی پخش بکنی. میخوام براتون بگم که ببینید شما اینا چه موجوداتی هستن، یعنی همچین جانوراری تا به حال اصلا سابقه نه. نگاه کنیم حالا امیر جان سانسورش کن دیگه. بله اما فیلمی که براتون میخوام پخش بکنم مخالفت کار نمایندگان امضا کننده طرح سفوریتی که گفتن باید مذاکرات با آمریکا متوقف بشه. این فیلم توجه کنی بشه. طرح سفوریتی 80 نماینده مجلس ایران برای کنار گذاشتن آمریکا از مذاکرات هسته‌ای، به گفته جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری و از طراحان این طرح به خبرگزاری فارس، در این طرح آمده است دولت و مسئولین سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای موظفند
هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را تا زمانی که دولت آمریکا رسما و علنا تهدید ملت ایران را کنار نگذارد قطع کرده و مذاکرات را با بقیه گروه 5 به علاوه 1 بدون حضور آمریکایی‌ها ادامه دهند. این طرح سفارتی تنها یک روز پس از اظهار نظر سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران درباره منتفی شدن طرح‌های جدید برای مذاکرات هسته‌ای ایران ارائه شده است. از سوی دیگر گروهی از نمایندگانی که نامشان پای این طرح آمده آن را جعلی خواندند. محسن بیگلری نماینده سقز و بانه به خبرگزاری ایران گفته است طراح این طرح با جملاتی متفاوت با متن آن از نمایندگان امضا گرفته و ما به هیچ عنوان این طرح را امضا نکرده ایم. علیرضا سلیمی دیگر امضا کننده این طرح نیز به خبرگزاری ایسنا گفته است جواد کریمی قدوسی طرح دو فوریتی را برای امضای نمایندگان ارائه کرده، اما بعداً این طرح با قید سه فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده که همکنون با طرح سه فوریتی مخالفیم. طرحهای سه فوریتی بر اساس آیین‌نامه مجلس در موارد خیلی اضطراری و به نوعی میشه گفت در شرایط جنگی ارائه میشن و در آیین‌نامه مجلس هم تصریح شده که طرحهای سه فوریتی برای تصویبش باید دو سوم نمایندگان مجلس بهش رأی بدن. بنابراین رفتار نمایندگان مجلس برای ارائه طرحهای فوریتی با این شدت و با این فاصله رفتار عجیبی هست که پیش از این هم گفته شده که آقای لاریجانی رئیس مجلس هم به نوعی با این طرحهای فوریتی مخالفت کردن و هیئت رئیسه مجلس هم اعلام کرده که ضرورتی برای ارائه این طرحها وجود نداره. ارائه این طرحها در مجلس ایران یک هفته پس از انتقاد رهبر جمهوری اسلامی که گفته بود با شیوه مذاکره اتمی زیر شبح تهدید موافق نیست صورت می‌گیرد. مذاکره کنیم زیر شبح تهدید، مثل اینکه شمشیری بالا سر ملت ایران اینجوری نیست. همزمان دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سطح معاونان وزیر در وین اتریش آغاز شده و قرار است تا روز جمعه ادامه داشته باشد. اینکه 15 16 ماه ماهی میرفته میومد به گفته عباس راهچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران روز پنجشنبه ملاقات دو جانبه تیم های مذاکره کننده ایران و آمریکا انجام خواهد شد. ایران و شش قدرت جهانی قرار است تا روز 11 تیر ماه به سند جامع توافق نهایی بر سر مسئله هسته‌ای ایران دست پیدا کنند. خب به من خبر دادن که برنامه ما رو اضافه میکنن. دوستان خیلی از زنگ زدن ولی زنگ میزنن میگن مثلا تصویر ما تاره، زنگ میزنن میگن تصویر ما صداش مثلا زیاد خوب نیست، ولی در مورد همیاری کمتر کسی صحبت میکنه. مثل اینکه اینجور جا خالی میدن دوستان رد میشن. اما باز خواهش میکنم من که این یادتون باشه همیهنانی گرامی، ما یک لحظات تاریخی رو داریم توی مملکتمون عبور میکنیم ازش. این لحظات تاریخی یعنی یک حکومت جبار دروغگو شارلاتان جنایتکار، این یه حکومتی نیست که همینطوری فکر کنید میارن و میبرن و از این صحبت ها که میکنید. رژیمی که آدم ها رو میکشه، حیوانات رو میکشه، تعهدات بین المللی رو قبول نداره، دشمن تراشی میکنه، نمایشگاه کتاب بین المللی کتاب گذاشته، همون روز اول ریختن 10 تا غرفه رو جمع کردن گفتن آقا این کتابا نباید باشه. خجالت آور واقعا. یعنی نمایشگاه بین المللی گذاشتن میگن این کتابا رو نباید بیارین تو. چرا؟ اینا ممنوع چاپ. خب دیگه چرا بین المللیش کردین؟ این کارهای خجالت آور رو برین لاقل تو خودتون، نمیخواد بین المللیش کنین. فیلم رو نگاه کنید، انتقاد ناشران به جمع‌آوری کتابهایشان از نمایشگاه کتاب تهران، به این فیلم توجه کنید.
28 سال است نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار می شود و تقریبا مثل بیشتر سالهای گذشته بعضی از ناشران از محدودیت ها و سانسور شکایت دارند. جمع‌آوری بیش از 10 عنوان کتاب می تواند تاییدی بر این ادعا باشد. کتاب هایی مثل من و سیمین و مصطفی، چرا ملت ها شکست می خورند، شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری و حتی کتابی به زبان انگلیسی با عنوان درآمدی انتقادی درباره خمینی. اما آقای روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولت تلاش میکند کمک کند. دولت هم همواره در مسائل فرهنگی هم فضا رو خواسته بازتر بکنه در امور فرهنگی و هم خواسته از لحاظ اقتصادی حمایت بکنه و کمک بکنه. همایون امیرزاده رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشرین در نمایشگاه کتاب گفته کتابهایی که احتمال وجود محتوای خارج از ضوابط دارند جمع‌آوری و بررسی میشوند و اگر مشکلی نباشد دوباره به نمایشگاه برمیگردند. البته بررسی کتاب چند صد صفحه‌ای در 10 روز و برگشت به غرفه ناشر کمی غیر ممکن به نظر میرسد. بیشتر این کتاب‌ها هم مجوز نشر وزارت ارشاد دارند اما بنابر ضوابط نمایشگاه جمع‌آوری میشوند. ضوابطی مثل تحریف یا انکار مبانی نظام اسلامی، سکولاریسم و ترویج و تبلیغ فحشا یا محارب، ضد انقلاب، اهانت به آیت الله خمینی و آقای خامنه‌ای. حتی گفته شده بعضی از کتاب‌ها به علت ترویج خرافات و محتوای طالبینی جمع‌آوری شدند. این محدودیت‌ها فقط شامل کتاب‌ها نیست. امسال غرفه انتشارات حیان که کتاب‌های علوم پزشکی چاپ می‌کند به دلیل کمکاری در سال‌های گذشته توسط حراست نمایشگاه به طور کامل برچیده شد. اما مهدی خزعلی صاحب امتیاز این انتشارات گفته دلیل آن خصومت شخصی علی جنتی وزیر ارشاد با او بوده است. حالا هم برای اعتراض اعتصاب غذای خوش کرده است. امسال ناشران فارسی زبان از افغانستان در این نمایشگاه شرکت کردند و امیدوارند در بازار کتاب ایران راه پیدا کنند. هرچند ارسال چندین کتاب از افغانستان به این نمایشگاه ممنوع و باعث جنجال شد. شاید هم ناشران افغان در آینده کتاب‌های ممنوع نویسندگان ایرانی را چاپ کنند. چندان هم دور از انتظار نیست. چرا که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارشاد اسلامی درخواست مجوز چاپ 2 کتاب ممنوع شده اش را کرده و اینکه اگر مجوز نمیدهند بگذارند در افغانستان منتشر شود. به هر حال نمایشگاه تهران بیشتر مرکزی برای عرضه کتاب‌های قدیمی و دانشگاهی شده است تا اینکه محلی برای ارائه تازه‌های ایران و جهان باشد. اوضاع اقتصادی هم باعث شده کتاب از سبد بیشتر خانواده‌های ایرانی حذف شود و نمایشگاه کتاب به محلی برای وقت گذرانی و تفریح تبدیل شود. خب همینان گرامی، فرصتی است بیشتر که بتونیم امروز با دکتر مصطفی دانش صحبت بکنیم. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای فرجی. این روز چهارشنبه فردا مثل اینکه قراره یه نشستی باشه با آقای اوباما با کشورهای حوزه خلیج فارس. چیه جریان این نشست دکتر دانش؟ مثل اینکه عربستان شرکت نمیکنه، ملک سلمان و بحرین هم شرکت نمیکنه. چرا اینا شرکت نمیکنه؟ ببینین آقای جان کری از وزرای امور خارجه کشورهای حوزه خلیج فارس، عربی حوزه خلیج فارس، دعوت کرد در پاریس که اینها در واقع فردا به کمپ دیوید بیان، به آمریکا بیان و نشستی با آقای اوباما داشته باشند. یعنی تمام پادشاهان و عمرای این کشورها، 6 کشور عربی، وارد کمپ دیوید بشن و با آقای اوباما صحبت بکنن. آقای اوباما میخواد در رابطه با توافق اتمی با ایران با اونا صحبت بکنه و اونا رو مجاب بکنه که این توافق اتمی به نفع مردم دنیاست و به نفع آمریکاست و به نفع اسرائیل و به نفع عربستانه و اونها رو مجاب بکنه که در واقع در رابطه با امنیت کشورهای عربی همیشه آمریکا در کنار کشورهای عربی به ویژه عربستان قرار خواهد گرفت. ولی خب میدونیم که ملک سلمان این دعوت رو نپذیرفته. ملک سلمان شخصا خودش نمیاد. قرار بود ملک سلمان فردا در کاخ سفید با آقای اوباما ملاقات بکنه و رد کرده و دلیلش رو نیویورک تایمز اینو مطرح کرده که اختلافات دیپلماتیک وجود داره و ملک سلمان شکوه میکنه که آقای اوباما
و کاخ سفید با توافق اتمی به ایران باعث این میشه که نفوذ ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای در منطقه افزوده بشه و تمام سیاست کشورهای عربستان و کشورهای عربی را تحت نفوذش قرار بده و ایران روز به روز قوی‌تر بشه. و خاطر همینم در واقع آقای سلمان پادشاه عربستان سعودی شرکت نمی‌کنه. و جالب اینه که سلمان همون نظریاتی مطرح میکنه که آقای نتانیاهو مطرح میکنه، یعنی در واقع خواهان توافق اتمی با ایران نیستن، خواهان گزینه جنگ هستن. و آقای السیسی رئیس جمهور مصر هم همینو مطرح میکنه. چند روز پیش السیسی مطرح میکنه که اگه توافق اتمی بشه ایران تقویت میشه و مواضع کشورهای عربی تضعیف میشه. و اون خواهان اینه که این توجه بکنی، خواهان اینه که این توافق نشه. خب سوال اینه آقای فرجی، این توافق نشه، گزینه بعدی چیست؟ آقای اوباما به شفافیت این مطلب رو مطرح کرد. در پیامی که برای مردم ایران داد گفت من میدونم در داخل و خارج کشور آمریکا هستن عناصر و گروه هایی که خواهان راه حل دیپلماتیک نیستن، یعنی در واقع گزینه جنگی است. ملک سلمان عربستان سعودی و آقای السیسی در کنار هم قرار میگیرن و خواهان اینن که توافق اتمی نشه، یعنی گزینه جنگی رو میخوان در رابطه با ایران. و گزینه جنگی یعنی نابودی مردم ایران، نابودی نظام نیست. من آقای فرجی همیشه این اشتباه نشه، من خواهان نابودی نظامم، ولی من خواهان نابودی مردم ایران و تجزیه کشور ایران نیستیم. باید توجه بکنیم که امروز در عراق چی میگذره. در عراق 4 دولت وجود داره و عراق قادر نیست با کمک 60 کشوری که در ائتلاف بر علیه داعش شرکت میکنن در واقع داعش رو به شکست روبرو بکنه. عراق ما یه حکومت شیعه در داخل بغداد داریم، یه حکومت شیعه در جنوب در بصره و مناطق شیعه نشین داریم، یه حکومت سنی در غرب عراق داریم و یه حکومت کردها در شمال عراق داریم و این داعش هم در وسط اونا در واقع نیمی از کشور عراق را در واقع امنیتش از بین برده، یک سوم کشور عراق در کنترل خودش داره. این وضع عراقه. در لیبی ما میدونیم موقعی که حمله کرد ناتو و کشور آمریکا در کنار ناتو حمله کرد، در واقع امروز لیبی وجود نداره، 3 دولت وجود داره در لیبی، دولت منتخب مردم در فرار کرده به شرق لیبی، دولت رادیکال های اسلامی افراطیون اسلامی در داخل شهر ترابلس پایتخت این کشور و داعش که تمام بنادر مهم مدیترانه در اختیار خودش گرفته و در اونجا هر کاری دلش میخواد انجام بده. و سوریه رو به چشم خودمون میبینیم و به ویژه افغانستان میبینیم و جنگ بر علیه ایران، کسانی که بر تبل جنگ میکوبند، کسانی که از سیاست آقای نتانیاهو و ملک سلمان دفاع میکنند و چنین مطرح میکنند که نتانیاهو حق داره در رابطه با ایران و ملک سلمان حق داره و خواهان گزینه جنگی هستند. آقای فرجی، من در این میکروفون به این مطلب باید اشاره بکنم که اونها میخوان در واقع به تپه خاکی در ایران بعد از نابودی ایران، بعد از نابودی ملت ایران و بعد از تجزیه ایران در واقع بر تپه خاکی حکومت بکنن و اینها نه طرفداران مردم ایران نیستن بلکه طرفدار در واقع وحدت ارضی و تمامیت ارضی ایران هم نیستن. دوستانش الان در یمن 5 روز آتش‌بس اعلام شد که البته عربستان نقض کرد و دلیلش هم این بود که گفت اینا حوثی‌ها نقض کردن، ولی بالاخره قرار شد که این 5 روز رو اجازه بدن از نظر انسانی کمک‌های به مردم یمن بشه، کمک‌هایی که عربستان سعودی بعد از اون بمباران‌های بدون حساب و کتاب، البته تعداد بیشمار غیر نظامی رو اینا در این بمباران‌ها از بین بردن و چیزای بنیادی تقریباً یمن از بین رفته همه. چی میگین راجع به این جریان؟ ببینین، ما میدونیم در واقع در یمن حملاتی که عربستان سعودی با کشورهایی که در ائتلاف با عربستان سعودی انجام میدن تا به حال بیش از 1500 تا 1600 نفر بیگناه کشته شده و مهمتر از همه این که در حدود 350 هزار تا 400 هزار نفر آواره شدن. آقای فرجی، این اطلاعاتی است، این ارقامی است که سازمان ملل متحد مطرح میکنه و نماینده سازمان ملل متحد دیروز، ببینین چی گفته نماینده سازمان ملل متحد، آقای یوهانس واندرکلاو. یوهانس واندرکلاو نماینده سازمان ملل متحد در یمن میگه حملات بدون هدف در مناطق مسکونی با یا بدون اخطار قبلی یک عمل ضد قوانین بین‌المللی است. یعنی در واقع عربستان سعودی آمده منطقه و استان شمال غرب کشور را،
استان سعدا که شمال غربه و مناطق مسکونی حوثی‌های یمنه. میدونین که در حدود 34% از مردم یمن حوثی هستن و اکثریت اینا در شمال غرب در استان سعدا زندگی میکنن. و جالب اینه که از استان سعدا چند حمله به داخل عربستان سعودی شده و چند افسر و سرباز عربستان سعودی با حمله حوثی‌ها کشته شدند. ولی جالب اینه که عربستان سعودی تمام استان و منطقه جنگی مطرح کرده و از مردم استان خواسته که از اینجا خارج بشین، یعنی میلیون‌ها، ده‌ها میلیون مردمی که هیچ امکان وجود ندارن، اصلا سوخت ندارن، بنزین ندارن که بتونن از استان خارج بشن. ده‌ها هزار نخه میلیون ها اون منطقه میلیون ها حوثی زندگی میکنه، از اونا خواستن که از این منطقه خارج بشین، ما اینجا رو بمباران میکنیم. من به یاد یک دکترین در واقع اسرائیل میافتم در جنگ 2006 بر علیه لبنان، دکترین داهیا. داهیا یک شهرکی بود در بیروت که در جنگ لبنان اسرائیل در واقع این شهر رو نابود کرد، این شهرک رو نابود کرد. و رئیس ستاد مشترک ارتش امروز اسرائیل به نام آقای گادی آیزنکوت در سال 2008 چنین میگه، میگه اگه از داخل دهی به ما حمله‌ای بشه، تمام ده مناطق جنگی است، یعنی هزارها بیگناه، هزارها، ده ها هزار بیگناه که در واقع این حمله را انجام ندادن، اگه یک نفر از داخل دهی حمله بکنه، این دکترین در واقع آقای آیزنکوت بوده، اینو انجام دادن و به خاطر همینم اون شهرک رو نابود کردن. میگه اگه از داخل دهی انجام بشه، ما توجه به این نمی‌کنیم که هزارها بیگناه در اون ده زندگی می‌کنه، حمله می‌کنیم و تمام ده در واقع منطقه جنگی است. همین کار رو در واقع همین سیاست رو، جالبه، همین سیاست عربستان سعودی داره در یمن انجام میده، در استان سعدا انجام میده و در اون استان باعث قتل عده زیادی میشه و چنین مطرح کرده که هر کسی از استان سعدا خارج نشه در واقع محکوم به مرگه. و طبق این دکترین آقای سلمان، یعنی ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی، باید بگیم که کسانی که در استان سعدا این وضع مالی رو ندارن، سوخت رو ندارن که از این منطقه خارجن و میلیون ها نمیتونن حتی خارج بشن، در واقع مورد خطر حملات شدید عربستان و ائتلاف خواهند بود. دوستانش اجازه بدید یه فیلمی پخش کنیم در ارتباط با جلسه اخیر اتحادیه اروپا که اینطوری که این فیلم نشون میده خانم فدریکا موگیرنی راجع به که رئیس اتحادیه جدید اتحادیه اروپا است گفته ما سعی کردیم در این جلسه بیشتر راجع به حفظ جان مهاجرین که میخوان بیان تو اروپا تلاش بکنیم. تو در این فاصله هم من از دوستان خواهش بکنم، دوستان شما بعد برای که بقیه راجع به این موضوع هم صحبت بکنیم، از دوستان خواهش بکنم که زنگ بزنید و در این وقت اضافه که ما داریم لااقل کمکاتون رو به تلویزیون پارس انجام بدید، همیاریتون رو با تلویزیون. دوستان این تلفن‌ها خاموشه و متاسفانه همیاری صورت نمیگیره. در اصل به این فیلم توجه کنید، اگرم خواستید زنگ بزنید. چی شده؟ خب اجازه بدید این فیلم یه مقداری اشکال به وجود آورده، اگه تونستیم که پخشش میکنیم، اگر نه بحث رو ادامه میدیم. دوی دانش پس میریم روی صحبتون. این برادر آقای جورج بوش، آقای جب بوش اومد، اجازه بدید این فیلم رو ببینیم. مبارزه با بحرانی تاریخی در این آبها آماده می شود، بحران انسانی مهاجران غیرقانونی در دریای مدیترانه. طرح مبارزه با قاچاق انسان در دریای مدیترانه به شورای امنیت سازمان ملل رفته. مقام های کمیسیون اروپا خواستار اقدامی عاجل برای پایان دادن به این تراژدی انسانی شدند. Good morning. اولویت نجات جان انسان ها. 2015 looks even worse than the previous year. وضعیت در سال 2015 وخیم‌تر شده. در سال گذشته میلادی 3300 مهاجر در آب‌های مدیترانه غرق شدند. این یعنی از هر 4 نفر 3 نفر قربانی شدند. 3 نفر از هر 4 نفر. این نشان می‌دهد که اولویت اول ما باید نجات انسان‌ها و جلوگیری از مرگ مهاجران بیشتر در دریا باشد. ما در اتحادیه اروپا معتقدیم که این مسئولیت همه ماست. نه فقط مسئولیت ما اروپایی‌ها، بلکه همه در جهان. That we all share, not only as Europeans, but also globally.
همزمان قرار است مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات سیاست مهاجرتی تازه اروپا را اعلام کند. طرحی جنجال برانگیز که با سهمیه بندی مهاجران غیرقانونی کشورهای اروپایی را موظف به پذیرش تعدادی از آنها می کند. سهمیه‌ای متناسب با جمعیت، وضعیت اقتصادی و سابقه پذیرش پناهجو در این کشورها. طرحی که هنوز اعلام نشده منتقدان زیادی دارد، از جمله مقام‌های بریتانیا که از مخالفان طرح سهمیه بندی مهاجرانند. هرچند فرانسه از این طرح استقبال کرده. Je crois qu'il est normal qu'il y ait une répartition du nombre de demandeurs d'asile entre les طرح تقسیم پناهجویان بین کشورهای اتحادیه اروپا طرح مناسبی است. تدوین سیاستی برای پناهجویان در اروپا اقدام خوبی است. ما برای مقابله مؤثر با پدیده‌ای که با آن مواجهیم می‌بایست با هم اقدام کنیم، منسجم و قدرتمند. همزمان به گفته سازمان عفو بین الملل، بحران انسانی مدیترانه ریشه در نابسامانی‌های لیبی دارد. کشوری که حدود 4 سال است دستخوش بی‌ثباتی، خشونت و جنگ است. به گفته این سازمان، مهاجران و پناهجویان از ترس شکنجه، تجاوز و آدمربایی در لیبی فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و خود را به آب آتش می‌زنند تا از طریق آب‌های مدیترانه به اروپا برسند. در حالی که لیبی سالیان سال برای مهاجران و پناهجوهای منطقه هم مقصد بوده و هم گذرگاه، اما حالا در سایه بی‌ثباتی و بی‌نظمی گروه‌های شبه نظامی و قاچاقچیان انسان روزگار مهاجران را سیاه کردند. دریای مدیترانه حالا به قتلگاه مهاجران تبدیل شده. سال گذشته بیش از 200,000 نفر از طریق این آبها به کشورهای اروپایی رسیدند، با هزاران کشته و قربانی در میانه راه که هرگز به مقصد نرسیدند. اتحادیه اروپا حالا برای جنگ با قاچاقچیان انسان در این آبها خیز برداشته، در حالی که عفو بین الملل میگوید مشکل جای دیگری است. خب من تعجب میکنم، داشتم الان با دکتر دانش صحبت میکردم، یک کشورهایی هستن مثل استرالیا، مثل کانادا، مثل آمریکا، مثل روسیه به خصوص. میبینید روسیه از تمام کشورهای جهان بزرگتره و واقعا خب این کشورها باید دراشون رو باز بکنن به روی این پناهنده ها. حالا اینی که چه کسانی باعث شدن، سبب شدن که این جریانات پیش اومده، این یه طرف قضیه است. مسئله بعدی مسئله انسانیه دیگه. این کشورها باید واقعا همش اینطوری که من میبینم این فشار رو کشورهای اروپایی، در اروپا هم این کشورها کوچیکن، یه ایالت آمریکا یا یک ایالت در روسیه مطابق با تمام نصف بیشتر اروپاست. و اینا به محض اینکه این فشارها اینطوری میشه چیز شروع میکنن بر ضد خارجی ها اقدام کردن، دست راستی ها میان نمیدونم قدرت رو میگیرن یا سعی میکنن که با خارجی ها بدرفتاری بکنن. متاسفانه این اتفاق ها میفته. حالا بگذاریم دوید ننش. این آقای جیب بوش برادر آقای جورج بوش گفته که منم اگه جای برادرم بودنم که ما در اینجا حضور خواهیم داشت و در آینده هم حضور خواهیم داشت، یعنی حضور نظامی خواهیم داشت. این یک ضربه بود برای سیاستمداران چین که در واقع به این مطلب توجه باید میکردن یا توجه کردن که آمریکا در آبهای خود دریای جنوبی چین در اونجا مستقر شده و حضور نظامی داره و این باعث نزدیکی با کشور روسیه شد. مطلب دومی که بسیار اهمیت داره از دید روسیه و پوتین در واقع جنگ اوکراین و این مخالفت شدید اروپا و ناتو و آمریکا با سیاست روسیه در اوکراین و بعد از اینکه شبه جزیره کریمه را روسیه ملحق کرد در واقع تیرگی شدیدی بین روسیه و غرب به وجود آمده و تحریمایی که کشورهای اروپایی و آمریکا روسیه را کردن باعث این شده روز به روز روسیه با چین نزدیکتر بشه. و جالب اینه که آقای فرجی در چند روز پیش در روز 9 ماه می، یعنی به مناسبت پیروزی بر فاشیسم در مسکو، بزرگترین و مهمترین مهمان آقای پوتین جینگ پینگ بوده، یعنی رئیس جمهور چین بوده. و در سخنرانیش رئیس جمهور چین چنین میگه، شما اشاره به اختلافات و جنگ هایی که بین حتی روسیه و چین در زمان جنگ سرد اشاره کردید، ولی ببینید جینگ پینگ چی میگه. رئیس جمهور چین میگه که دوستی چین و روسیه رو بر روی خون نوشتن، با خون نوشتن. اینو رئیس جمهور چین میگه. و امروز ما میدونیم که در دریای مدیترانه 10 کشتی ناو بزرگ جنگی چین و روسیه دارن عملیات نظامی میکنن، مانور میدن. و ما اینو میدونیم که در واقع مدیترانه تا به حال قدرت مطلق آمریکا بود در این منطقه. آمریکا هم اکنون ناوگان 6ش در
ناپل در جنوب ایتالیا با 40 کشتی جنگی و ناو هواپیما. من خواهش میکنم از امیر شهرتی، امیر جان اگه ممکنه این مانور نظامی در میدان مسکو رو نشون بده، چون یکی از بزرگترین نمایشات نظامی بوده در به مناسبت تسلط بر آلمان فاشیسم هیتلری، آلمان هیتلری، و مانور خیلی عظیمی بوده. دکتر دانش هم صحبت میکنن، ما اگه بتونیم این فیلم هم همینطوری روی پرده تلویزیون ببینیم. و جالبه که میدونیم که تا به حال در واقع تسلط و سلطه آمریکا در دریای مدیترانه بسیار قوی بوده و آمریکا در جنوب ایتالیا در ناپل ناوگان شیش خودشو داره، ناوگان پنجش در بحرین، ناوگان پنج آمریکا، ناوگان شیش در ایتالیاست و 40 کشتی نظامی و ناو هواپیماور در اونجا جابجا هستن و 175 بمب افکن در اونجا جابجاست و این ناو بزرگ، ناوگان بزرگ آمریکا ششم در ایتالیاست. ولی اکنون چین آینده هم حضور خواهیم داشت و حضور نظامی خواهیم داشت. ما میدونیم که بعد از اینکه روسیه شبه جزیره کریمه را اشغال کرد، یعنی بزرگترین نیروی دریایی روسیه در شبه جزیره کریمه است، در آبای گرم و در دریای سیاه است و اکنون اتمیشون اونجاست و اکنون داره در واقع نیروهای هوایی که میتونن بمب اتمی رو حمل کنن، هواپیماهایی که میتونن بمب اتمی رو حمل کنن داره اونجا مستقر میکنه. و ما میدونیم که در تارتوس سوریه روسیه یک پایگاه نظامی دریایی داره در سوریه و داره صحبت میکنه با کشور قبرس که بتونه چند پایگاه نظامی و دریایی در قبرس به دست بیاره. و رئیس جمهور قبرس در این مارش یا در این روز 9 مای در مسکو شرکت کرده بوده و حتی داره با السیسی روسیه و پوتین داره مذاکره میکنه که بتونه بندری در یکی از بنادر مصر رو به دست بیاره به عنوان پایگاه نظامی. و همکنون چین و روسیه مطرح کردن که به زودی مانور بزرگی رو در اقیانوس پاسیفیک انجام خواهند داد و این در شرایطی است که به نظر من این پیامی است به آمریکا و کشورهای ناتو که ما نه تنها در پاسیفیک حضور نظامی با هم خواهیم داشت، بلکه در داخل اروپا در کنار ناتو در دریای مدیترانه حضور خواهیم داشت و سعی داره میکنه روسیه بنادر زیادی رو به عنوان پایگاه نظامی به دست بیاره. ولی خب باید مقایسه هم بکنیم آقای فرجی، میدونیم که آمریکا 705 پایگاه بزرگ نظامی در سراسر دنیا داره، از اوکیناوا در ژاپن گرفته تا آلمان و کشورهای دیگه، آمریکا، کره جنوبی و کشورهای دیگه، و روسیه داره در واقع با کمک چین چنین کار رو انجام میده. همکنون ناوگان پنج چین در دریای عدن در خلیج عدن فعالیت میکنه و داره در واقع این ناوگان سعی میکنه ناوگان‌های زیادتری رو وارد دریای آزاد بکنه. و به نظر من این پیامی است به کشور آمریکا و پیامی است به ناتو که ما هم حضور نظامی خواهیم داد و خواهیم داشت. و اون چیزی که پوتین مطرح کرده که ما در واقع کشور یا یک قدرت بزرگی مانند ابرقدرت آمریکا رو به عنوان قدرت ابرقدرت به رسمیت نمی‌شناسیم، این مسئله است که باید بهش توجه بشه و این پیامی است از طرف چین و روسیه به آمریکا و ناتو. دوستانش آخرین مطلبی که میشه بهش اشاره کرد این مانوری است که فکر کنم بله این فیلمی که ملاحظه میفرمایید همینان گرامی که الان امیر پیدا کرد، مانوری است که در مسکو انجام شد فکر میکنم بله با حضور رئیس جمهور چین و یکی از بزرگ... سرباز گمنام در بله. در مقبره سرباز گمنام در مسکو است. یکی از بزرگترین به اصطلاح مانورهایی بود که تا به حال در روسیه انجام شده و چندین ساعت طول کشید. ببینید صفای متعدد سربازان و موشک ها و نمیدونم تانک های جدید و هواپیما ها، تانک های T-14 جدیدترین تانک هایی است که هواپیما ها و هلیکوپتر های جدید و اینا را همه رو به نمایش گذاشتن و مثل این که از طرف کشورهای غربی زیاد استقبال نشد و کسی نرفت در اونجا، از رهبران کشورهای غربی تقریبا کسی حضور نداشت ولی از خیلی کشورهای دیگه، اینم که آقای پوتینه در حال
سخنرانی. ولی جالبه در رابطه با تانکی که T-14ی که روسیه ساخته، البته این ادعای خود روسیه است، تا چند اندازه واقعیت داشته باشه معلوم نیست، میگن این تانک‌ها در واقع نه تنها برد بسیار عظیمی دارن، بلکه تانک‌هایی هستن که میتونن موشکی که کلاهک اتمی بر روی آن سواره از داخل این تانک پرتاب بکنن. و چنین مطرح میکنن که در داخل این تانک یک محفظه وجود داره، اگه تانک نابود بشه و مورد اصابت قرار بگیره، سرنشینان این تانک هیچ ضربه‌ای بهشون وارد نخواهد شد. و مطرح میکنن که مدل این تانکی که تا به حال ساخته شده و میتونه موشکایی که برد اتمی دارن و کلاهک اتمی رو میتونن حمل بکنن و از داخل و از این تانک میتونه پرتاب بشن موشکا، در واقع چنین تانکی رو امروز ساخته. خب آخرین مطلبی که می‌خواستم دکتر زیاد فرصت نداریم البته، ما آقای هرش، سیمون هرش، روزنامه‌نگار معروف آمریکایی که در نیویورک می‌دونید این روزنامه‌اش منتشر میشه، گفته که اوباما دروغگوئه به دلیلی که در مورد قتل بن بلا واقعیت‌ها رو نگفته. بن لادن. من چی گفتم؟ بن لادن حقیقت رو نگفته و این شروع کرده راجع به قتل بن لادن یه مقداری. حالا این حقایق از کجا گیر آورده، این داستانا رو از کجا گیر، من نمیگم حقایق برای اینکه نمیدونیم تا چه اندازه صحت داره. راجع به این چی میدونی شما؟ ببینید سیمور هرش، اول رو معرفی کنیم این سیمور هرش کیه. یکی از معروفترین روزنامه‌نگاران شاگرد آمریکایی است و میدونیم که در سال 1969 دهکده مالای که سربازان آمریکایی در واقع از این دهکده قتل عام کردن، اون اینو افشا کرد. و در سال 2004 شکنجه‌های زندان ابو غریب بغداد رو در واقع افشا کرد و به خاطر همین نام بسیار بزرگی داره. و امروز سیمور هرش چنین مطرح میکنه که این دروغ محض که ارتش پاکستان، یعنی آقای اشفق کیانی رئیس ارتش و رئیس سازمان ISI پاکستان یعنی جنرال شجاع در اون زمان اطلاع نداشتن که بن لادن در کجا مخفیه، میگن هم ارتش اینو میدونسته هم سازمان ISI، میگن اصلا با کمک ارتش پاکستان اون رو آوردن از کوه. ببینید صحبتی که امروز آقای هرش میکنه کاملا منطقی است. کسی که مانند من ده ها بار در پاکستان بوده و در واقع این ارتش و پاکستان رو به خوبی میشناسه و ISI این سازمان مخفی مخوف ISI پاکستان رو به خوبی میشناسه، میتونه حدس بزنه. شما توجه بکنید خانه‌ای که بن لادن در ابوظبی پاکستان درش زندگی میکرد، خانه عظیمی بود که با دیوارهای 7-8 متری بتونی ساخته شده بود. و چندین خانواده در اون زندگی میکرد، سه زنش و چندین فرزندانش در اون زندگی میکردن. خانه‌ای که مورد توجه میتونه قرار بگیره در 1 کیلومتری، توجه بکنین، پایگاه عظیم نظامی خود کشور پاکستان، یا بگیم که در واقع پایگاه جنگی و اتاق جنگی پاکستان قرار داشته. بنابراین به نظر من بعید به نظر میرسه و هرش به درستی میگه که ارتش پاکستان، من اینم در برنامه شما من در همون زمان مطرح کردم که ارتش پاکستان به خوبی میدونسته آقای اشفق کیانی رئیس ستاد مشترک ارتش اینو میدونسته و جنرال شجاع رئیس ISI قلبی در قلب ارتش پاکستانه به خوبی میدونسته و اینو امروز آقای هرش اینو مطرح میکنه و چنین مطرح میکنه که در واقع یکی از ماموران سازمان مخفی پاکستان ISI میاد اینو به مخفیگاه بن لادن رو به آمریکا لو میده و آمریکا در واقع شروع میکنه به فعالیت کردن. بعد از اینکه مطمئن میشه که آقای بن لادن در اون منطقه زندگی میکنه، فشار میاره به دولت پاکستان، به ارتش پاکستان، به سازمان ISI پاکستان و چنین مطرح میکنه که میخواد حمله بکنه و در واقع بن لادن رو از بین ببره. البته کاخ سفید اینو تکذیب کرده دیروز، ولی من با تمام آشنایی که با پاکستان دارم و افغانستان دارم به این مطلب اشاره میکنم، امکان نداره دو هلیکوپتر آمریکایی از شرق افغانستان پرواز بکنن، صدها کیلومتر در خاک پاکستان پرواز بکنن و ارتش پاکستان و سازمان امنیت پاکستان اینو متوجه نشه. و امکان نداره ارتش پاکستان و ISI پاکستان یک چنین خانه عظیمی را که دیوارهای بتونیش در حدود 7-8 متر بوده و توجه میکنه متوجه نشده باشه که کی در اینجا زندگی میکنه. و صحبتهای هر شما بار دیگه تاکید میکنم، اون میگه که در واقع هم ارتش پاکستان اینو میدونسته هم ISI پاکستان اینو میدونسته. از سال 2006 تا 2011 در واقع بن لادن به دستور ارتش پاکستان، دولت پاکستان و ISI پاکستان در حبس خانگی در اون منطقه بوده و آمریکا هیچ اطلاعی نداشته. خیلی ممنون دکتر دانش، صحبت های جالبی بود، فرصت بهتری هم بود برای اینکه ما بتونیم تمام مطالبی که داشتیم
با هم در میان بذاریم. من حالا دیگه صحبتم بار دیگه با شنوندگان تلویزیون خواهد بود و دوربین من کدومه این خدمتتون عرض کنم که همیانان گرامی، ما حدود نیم ساعت برنامه رو امروز اضافه رفتیم. اینم خواهش من بود از مهندس شجره و گفتم که بذارین من یه مدت بیشتری ضمن اینکه برنامه‌مون رو با دکتر دانش اجرا می‌کنیم، از به خصوص شنوندگان در بینندگانمون در اروپا خواهش بکنم که با ما هم یاری بکنیم. من تصورم اینه که به خصوص در اروپا دوستان میدونن که برنامه یه مجموعه برنامه مثل برنامه کنیم، این کار زیاد میبره، این یه مقدار زیادی تجربه میخواد و یه مقدار زیادی کار روزانه میخواد تا به نتیجه برسه. برنامه های دیگه ای هم که در تلویزیون پارس پخش میشه شما همه شاهد هستید، هر کدوم از این همکاران من برای برنامهشون زحمت میکشن و گفتم دوستان زیبایی کار در یک تلویزیونی مثل پارس اینه که آدم ها با اندیشه های مختلف کار میکنن، برنامه سازی میکنن و من گفتم هدف همه ما برای آینده میهنمون اینه که ایران آزاد بشه و این حکومت جبار دزد دروغگو شارلاتان برای همیشه گورش از میهن ما کم بکنه. اما برای این کار همیهنان گرامی کار باید انجام بشه. یادتون باشه 1400 سال اینا ریشه مذهبی دارن، این به این زودی کنده نمیشه و راحت کنار نمیره. این هر دفعه ای که برنامه اجرا میشه در موردش باید شفافیت به خرج داده بشه. بعد دوستان نیان بگین که این حرفاری که بعضی وقتا تکرار میکنیم، یعنی چی تکرار میکنیم؟ یعنی ما یه دفعه بیان بگیم این جمهوری اسلامی یک حکومت جباره، نمیدونم دروغگوه فلان فلان، بعد بذاریم کنار دیگه بریم دنبال داستان؟ این اصلا برای من خیلی عجیبه این حرف. حکومتی که امروز من یه گزارشی داشتم یه خانومی گفتم نمیدونم با یه سگ داشته میرفته، مأمور دولت پلیس اومده اسلحه کشته زده تو مغز سگ کشتتش، بعد داستان درست کردن که این سگ حمله کرده به مأمور پلیس در حالی که بس که نگاه کردن دن از پشت سگو با تیر زدن. حکومت که نه به حیوانات، نه به انسانها، نه به خانواده، نه به اخلاق، به هیچی اهمیت نمیده و احترام نمیگذاره. دوستان من فقط میتونم اینو بگم براتون که برای حفظ این برنامه ها، برای حفظ این تلویزیون پارس باید بجنبید دیگه، باید یه کاری بکنید و باید یادتون باشه که این تلویزیون با کمک شما، با همیاری شما میتونه به کارش ادامه بده. در غیر این صورت سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید، با سپاس از دکتر دانش نازنین و با سپاس از امیر شهرتی. تا برنامه آینده، خدا نگهدار، زنده باد آزادی، پاینده ایران.